جان. درود مهدی جان، خوبی شما؟ عرض ادب دارم مهدی جان. راهنمایی میکردی که چه باید بکنن دوستان؟ ببین، باید دوستان، اول درود دارم خدمت همه دوستان، نمیدونم صدام رو میشنون بله، یا نه، همه دارن اگه صدای بذارید شما رو اسم میشنفن خیلی خوبه. و با صدای شما دوستان شروع کردن به لایک فرستادن روی صفحه، همه شما رو دوست دارن دیگه مهدی جان. درود خدمت همه دوستان. دوستانی که میخواد شرکت کنید، گوشیتون رو آتو روتیت بذارید که وقتی افقی میشه بدنید بیاید و شرکت کنید تو بسمه. حتی اگه آتوروتیت رو فعال نکنید نمیتونید بیاید، یعنی خودش نمیچرخونه و اجازه نمیده. احتمالا بعضی دوستان افقی هم میان، گوشی رو افقی میگیرن ولی اتوریتیت وارد نمی قضیه کنه. نمیشن. درسته درسته درست میفهم. من نکته بسیار مهمی بود که شما گفتید دوستان، برای اینکه محبت بکنید توی بحث وارد بشن، اینو باید اتوروتیت کنن گوشی رو، و به حضور شما عرضم که در حالت اتوروتیت بتونن به جمع ما اضافه بشن. مهدی جان، بحث رو حالا که اومدی پای خط، من از صدات هم استفاده بکن، از فرمایشات هم استفاده بکن. ما یه مشکل اساسی داریم. من امروز شنیدم که شهر درود و به حضور شما عرضم شاهین شهر، ایزه دو بار، نه ایزه یک بار هم نه، دو بار کل عوامل جمهوری اسلامی رو از شهر بیرون کردن، نه گذاشتن رفتن شهر رو. خب به علت نبود یک بدنه مدیریتی، خب گفتن خب اینا تموم شد دیگه، اینا رفتن دیگه، از لاشون گرفتن، خب خودشون گرفتن، چوبشون رو گرفتن، برای رفتن خونهشون نشستن، فردا صبح عوامل جمهوری اسلامی از رو برگشتن. متوجه هستم میشید؟ این نبود بدنه مدیریتی به انقلاب مردم ایران داره لطمه میزنه. به هر حال مردم میرن هزینه میدن به امید اینکه کشورشون رو آزاد بکنن. عنایت دارید ازم رو؟ از رهبر معنوی کشور که نمیشه بخوای بیا بگی رهبر، بیا جنبش اجتماعی رو رهبریت بکن. رهبریت معنوی که نباید چیکاری رو بکنه. عنایت دارید ازم رو؟ میخوام ببینم ما باید چه راه حلی ببینیم برای اینکه این مشکل رو، این معضل رو حل بکنیم. یکم بابا جان صدا قطع و وصل میشه. عرضم اینه که من یه بار دیگه، خواهش میکنم، من یه بار دیگه تکرار میکنم. من صدا رو کامل داشتم، اگه صدای من خوب میاد، چون بحثتون رو کامل هم داشتم میدیدم، ولی خب متاسفانه نه کامنتی میتونم بذارم نه خواهش. لایکی بزنم صدای شما کاملا خوب میاد، دوستان دارم میشنفن. دوستان اگر صدا میاد یه لایک به ما بدن، من مطمئن شم که صدای مهدی رو میشنفن. فیسبوک عزیز در همسویی با عوامل جمهوری اسلامی که به صورت فله‌ای من رو رپورت کردن، به مدت یک هفته من رو بسته. من فقط میتونم پیاماتون رو ببینم، فیلم ها رو ببینم، ولی هیچ کار دیگه ای نمیتونم بخونم، لایک نمیتونم بزنم، نظرم نمیتونم بدم. به خاطر همین اگر پیام چیزی به من میفرستید، فعلا تو این هفته این کارها رو انجام نمیتونم بدم و این مشکلی هست که واقعا به درستی گفته شد ما با غرب داریم، یعنی شوخی نده. و الان از یه بعد دیگه من میخوام قضیه رو نگاه کنم. الان ما میگیم مردم شهر رو گرفتن، تموم شد. و دو تا نکته خیلی حائز اهمیت هست. واقعا مردم در شهرستان ها کمکاری نکردن، حتی اگر شهر رو هم گرفتن، خب شهر که گرفته شد منتظر میمونن که مرکز هم کاری بکنه، فرد بشه. فراموش نکنه که شاهزاده رضا پهلوی فرمودند که توقع هست که به خصوص در تهران همراه با شهرستان های ایران مردم حرکتی بکنن و مردم قیامی بکنن. و مطمئن باشید اگر مردم شهری مثل تهران رو میگرفتن، این معادله که الان ما داریم مطرح میکنیم هیچ موقع مطرح نبود و کار به یک سره میشد، کار تمام میشد. پس لازم هست که در شهر بزرگی مثل تهران، درسته که همه نیروها رو تجمع میکنن اونجا و به سختی امکان حرکتی هست که مثلا در ایزه دوستان انجام دادن و همیهنان در اهواز و لرستان، ولی در شهری مثل تهران لازم هست که پایتخت فتح بشه یا قسمت‌های مثل صدا و سیما و غیره و غیره. نکته دوم که خیلی مهم هست و شاید از نکته اول هم مهمتر باشه، چون بالاخره مردم در تهران هم به خیابون‌ها اومدن، مردم در تهران هم
روحت شاد رضا شاه گفتن و در بقیه شهرها هم به همین ترتیب. نکته دوم که خیلی مهم هست این مسئله خارجی هاست، یعنی ما باید یک حرکتی رو انجام بدیم اینها رو به نوعی بتونیم تابع کنیم، یک مثلا تظاهرات خیلی بزرگ یا مثلا یک حرکتی که بدونم بابا دست از این حمایت از جمهوری اسلامی بردارید، این حمایت از جمهوری اسلامی موجب شده که دنیا مکان ناامنی بشه و باید اینا بدونن بابا قراردادهای تجاریتون سر جاش هست، نترسید. آلمانی که دومین شریک تجاری جمهوری اسلامی، شریک تجاری ایران بعد از چیز هم خواهیمون، بالاخره ما که کشور صنعتی و پیشرفته ای هم که نیستیم، یعنی میخوام بگم که اون قراردادها و غیره سر جاش هست، چه بسا خیلی بیشتر هم شد، چه بسا بعد معیشتی ملت بهتر شد، به جای مثلا بیان یه فرانسه بیاد یه پژو جی ال ایکس نمیدونم عهد دوک تولید کنه، بیاد یه پژوهای جدیدش رو بیاره ایران و آلمان بیاد مرسدس بنزش رو بیاره، وضع معیشتی بهتر میشه و مردم هم توان خرید این کالاها رو پیدا میکنن. اینها باید این تضمین ها رو بگیرن و اگر این تضمین ها رو نگیرن کماکان پشت سر جمهوری اسلامی قرار خواهند گرفت. و من اگه یادتون باشه هفته پیش هم دوستان سوال کردن درباره شاهرودی، گفتم که احتمال زیاد ایشون بر خواهد گشت به ایران و امیدوارم که بگیرنش، ولی خب چون حساب کردم آلمان دومین شریک تجاری هست با جمهوری اسلامی و خیلی بعید هست که این فرد رو بگیرند و تحویل بدن، ولی خب به بعض فضاحت باری هم فرار کرد. بله ما باید تکلیفمون رو با اروپا روشن کنیم، الان که آمریکا پشت ملت ایران قرار گرفته، امیدواریم هم عملی قرار بگیره، فعلا صحبت‌هایی که کردن بسیار خوب و موثر بوده، ولی اروپا باید این ایرانیان خارج کشور تکلیفشون رو روشن کنن. یک تظاهرات عمومی در اروپا یعنی سراسری، آقا همه حزب‌ها بیان، حزب چپ را هر حزبی که هستید بیاید، یعنی یک پیام واضح و مشخص به اینها بفرستیم بابا از جنایتکاران علیه بشریت شما حمایت نکنید. دقیقاً. و ایران اگر سقوط کرد ما تمام اون قراردادهای تجاریمون رو اول کنسل میکنیم با اروپا، ولی اگر اومدید و قشنگ پشت مردم قرار گرفتید اون روش رو هم ادامه میدیم، شما هم که پی منفعت هستید، ما هم پی آبادی کشور اون هستیم، هیچ اشکالی هم نداره. این پیام باید واضح به گوش اروپا برسه. دقیقاً. و تا زمانی هم میگن که منفعت دارن این کار رو نمی کنن، تا زمانی که لابی ها هستن، تا زمانی که این پادوها میرن با این مجلسین و با این نمایندگان پارلمان اروپا صحبت میکنن، این کار رو فعلا یا کجدار و مریض حرف میزنن یا تماقت باید میستن پشت جمهوری اسلامی. این رو باید ما از اروپا بگیریم. زمانی که اروپا و آمریکا دستشون رو از پشت رژیم برداشتن، مسلم بدونید رژیم خواهد دید، مسلم بدونید هزینه این مبارزه برای مردم داخل کم میشه. مردم داخل کارشون انجام دادن، پیامشون رو دادن، شعارشون رو دادن، شعاری که لازم بود بدن رو دادن، گفتن روحت شاد رضا شاه، ولی از کجای به داد ما بیاید؟ این شعار شعار مردم داخل بود و کامل بود و توقع هم نمیشه داشت. ببینید دوستان شرایط داخل هم سخته، الان تانکرهای سوخرسان مثلا اعتصاب کردن، یعنی اونها کارشون رو دارن انجام میدن در گوشه و کنار، هر جوری بتونن نارضایتیشون رو انجام میدن. فراموش نکنید ما با یک حکومت 100% توتالیتر نظامی سرکوبگر روبرو هستیم. دیدم چند شب پیش یکی از مجریهای کانال فاکس بود با یک نفر صحبت میکرد، گفت که آره ما با نمیدونم حرکت انقلاب نمیدونم مسالمت آمیز مردم میایم و به نتیجه میرسیم. خیلی صادقانه مجری فاکس اومد گفت که من کمتر انقلابی سراغ دارم که بدون خشونت و بدون اسلحه و بدون کمک خارجی به نتیجه رسیده. خیلی شفاف گفت این صحبتش رو. دقیقاً ما هم باید این رو بدونیم، این تضمین ها رو اول ایجاد کنیم و این چه کسانی میتوانن این تضمین رو ایجاد کنن؟ در درجه اول شخص شاهزاده رضا پهلوی که الان همونطور که مستحضر هستید احزاب دارن حمایت های خودشون رو از شاهزاده اعلام میکنن به عنوان پرچمدار این حرکت، به ایشون یک به قولی تاییدیه میدن که آقا نماینده ما هم هست، نماینده این حزب هم هستی، شما وارد مذاکره با خارجی ها میشید، صحبت ها رو بکنید. و این خیلی مهم هست، این تضمین ها داده بشه
تا دست اینها از پشت جمهوری اسلامی برداشته شد، دستشون برداشته شد، هزینه و این پولهای اینها بلاکه شد، دیگه فردا قلم به مزد تو نیویورک تایمز نمیتونن استخدام کنن بر ضد منافع ملت ایران قلم بزنند و از آخوندها حمایت کنند، دیگه نمیتونن لابی بخرن که بیان به نفع آخوندها صحبت کنن. جواد ظریف به راحتی بلند شه بیاد اینجا. همه چیز در این دنیا به اقتصاد بسته است دوستان، این رو میخواهید باور کنید میخواهید نکنید، و این اقتصاد هست که خیلی ها خیلی کشورهای دنیا روش سرمایه گذاری میکنن و خیلی ها پیرامونش میگردن. ما باید این تضمین رو حقیقتا ایجاد کنیم و در درجه اول با دادن این بیانیه و دادن این پشتیبانی از شاهزاده رضا پهلوی، چون شاهزاده کارش رو به خوبی بلد هست و خودش استاد هست در اینکه با اینها وارد مذاکره بشه، ما باید این در درجه اول این پشتیبانی معنوی و سفت و سخت خودمون رو انجام بدیم. وقتی که گروهی مثل مثلا نهاد مردم کم، جمهوری خواه، در اونش هم هواداران پادشاهی میاد این کار رو انجام میده و بقیه احزاب هم به ترتیب، این کار یعنی اینکه فرقی نداره شما جمهوری خواه باشی، پادشاهی خواه باشی، حزب نمیدونم حتی چپ باشی، حتی کمونیست باشی، بالاخره تو اون کشور سهمی داری یا نه، بالاخره یه ایده‌ای داری یا نه، میخوای تا کی میخوای تو خارج کشور وایسید، ای پرچم سرخو ببرید و جلو سفارت وایسید، این فایده نداره. فرد بیاد تو ایران حزب کمونیستتون رو بزنید، تو یک دموکراسی پارلمانی شما هم جا دارید، شما ببینید تو رأی‌گیری چقدر میتونید رأی مردم رو جذب کنید. دوستان جمهوری خواه تو یک دموکراسی پارلمانی حتی اگر حکومت پادشاهی پارلمان شد، شما میتونید ایده ها و احزاب خودتون رو تأسیس کنید. پس بیاید و این بیانیه رو ارائه بدید به شاهزاده و یعنی در واقع به معنویت چی میگن بهش، یک پشتیبانی معنوی اعلام کنید از شاهزاده تا با دست پر وارد مذاکره با خارجی ها بشه و بگه این تعداد احزاب هم هستن در کنار مردمی که میگن ولی از کجای بداد ما بیاد. من این صحبت خواستم انجام. درود دارم مبارز عزیز، عرض شرف خدمت شما که من در تایید فرمایشت این مطلب رو اضافه میکنم که دوستانی که تاریخ رو فراموش کردن یا نبودن در اون دوران بدونن که اولین پیام خمینی به نظام جهانی این بود: ما نفت رو میفروشیم و کمونیست رو سرکوب میکنیم. این اولین پیام خمینی برای ورودش به داخل ایران بود که در حقیقت یه پیام سراسری به همه دنیا داد که آقا جون، چون اون موقع نگرانی های آن زمان جهان این بود که ایران از چرخه تولید نفت بخواد خودش خارج بشه، یا مثلا چون علاوه گفت ما دیگه نفت نمیفروشیم دیگه از سال 79 به بعد، و به حضور شما عرضم که یا اینکه ایران گستره کمونیست ها قرار بگیره. اینا نگرانی های اون روز جهان بود و خمینی در پیامهاش، یکی از پیامهای خیلی روشن و واضحی که به جهان داد این بود که ما نفت رو میفروشیم، کمونیست رو سرکوب میکنیم. من تایید میکنم فرمایشات مبارز عزیز، راهنمایی های شما و فکرهای شما، دیدگاه های شما بسیار منطقی، در بعضی مواقع من بسیار باش همراهی دارم، اما بحث امروز من اینه که چرا عزیزان ما در شهر ایزه، چرا عزیزان ما در اهواز موفق میشن شهر رو به دست بگیرند اما بلد نیستن کنترل کنن. منظورم رو میرسونم. آیا این ضعف اون بدنه میانی جامعه ما نیستش که در مدیریت اجتماعی به مردمی که همه فعالیت خودشون رو کردند همیاری نرسوندند؟ ببین بابک جان، مردم شهر رو به دست گرفتن، کنترل کردن. دو سه نکته رو نباید فراموش کنیم. در اون مقطعی که ایزه و شهرهای نظیر اون مثل درود و غیره به دست مردم افتاد، تلفن رو هم قطع کردن، یعنی هیچ ارتباطی با اون رهبریتی حتی اگه در خارج باشن به وجود نداشت، حتی با یک فعال ساده مثل من هم وجود نداشت اون ارتباط که مردم بتونن ارتباط بگیرن. این خیلی مهم هست. وقتی میگم مردم در مرکز هم باید حرکاتی نظیر حرکات مردم ایزه انجام بدن، برای این منظور هست که مردم در شهرهای کوچیک کنترل هم
درسته که شهر رو مردم تصرف میکنن و به دست میگیرن، ولی خب کنترل هم راحت، یه اینترنت قطع کنن یه تلفن قطع کنن، اون شهر عملا با این مواجه میشه که حتی با فعالین خارج هم نتونن تماس بگیرن، با شهر بغلی هم نتونن تماس بگیرن، ببین آقا جریان چیه، شما هم هنوز دارید ادامه میدید، شما هم هنوز انقلاب میکنید. من بودم، من سال 87 در همین اقلید فارس سر تقسیمات ارضی درگیری شدیم، کل شهر رو ما گرفتیم، ما به خوبی شهر رو گرفتیم. برید بزنید اردیبهشت 87، فیلماش هم تو یوتیوب هست. ولی خب حتی نیروها رو هم سرکوب کردیم، چون مردم همه متحد بودن، همه آشنا بودن، همه قوم و خویش بودن و نیروها رو هم سرکوب کردیم. نیروهای ضد شورای نوپا آوردن، حتی با هلیکوپتر نوپا آوردن، نیروی از تمام کشور نیرو آوردن، همشون رو ما سرکوب کردیم. حتی اسلحه شکاری مردم در آوردن، همه چیزم داشتن. ولی که آخر سر این حرکت خوابی. چرا؟ اول اومدن یک سری وعده و وعید دادن، همه نیروها رو کشیدن بیرون، یعنی تغییر استراتژی دادن، گفت آقا شهر برای شما، شهر میخواید برای شما، تغییر استراتژی دادن. دوم اومدن ارتباط رو قطع کردن، ما خبر نداشتیم، آقا شهر بغلی، بقیه مردم ایران اصلا از حرکت ما حمایت میکنن، اصلا چی است؟ و این سردرگمی وجود داشت در این مقطع. خب ما شهر رو گرفتیم، ولی خب نهایتش چی هست؟ نهایت امر چی هست؟ شهر رو باید حفظ کنیم، چه کسانیم؟ این خیلی خیلی سخت هست و باید اون بدنه رهبری به نظر من با هم در ارتباط باشن. وجود اینترنت آزاد در اینجاست که کمک کننده است. برای چی ما باید فشار بیاریم روی دول اروپای آمریکا بیاد اینترنت آزاد بده؟ چون ارتباطمون نباید قطع بشه با مردم داخل. فعلا این راه ارتباطی این هست، وقتی تلفن رو قطع میکنن ما خبر نداریم با چی، به چه روشی میتونیم این خبر سازی کنیم، وگرنه پرورش دادن یا مثلا ساختن نیروهایی که بتونن شهر رو حفظ کنن خیلی فعلا در مقطع کنونی به نظر من سخت است. به نظر من امکان پذیر نیست که بتونیم این کار رو انجام بدیم، مگر اینکه اینها وضع بشن به فعالین و زمینه وضع شدن به فعالین یا وجود تلفن هست یا اینترنت. به خاطر همین ما باید این فشار رو الان روی غربی ها بیاریم که حداقل یه اینترنت آزاد بدن، حداقل یک راههایی رو باز کنن که اگر مردم حرکت مشابهی رو انجام دادن ارتباط داشته باشن با خارج کشور. میگه دوستی عزیزی هستن، میگه آیدای آزاد، میگه من که در شیراز بودم سال 87 اصلا متوجه نشدیم، اولین باره که در مورد اتفاقات سال 87 در اقلیت میشنوم. این به خاطر همون قطع ارتباطی که شما میفرمایی دیگه، درست میگی. ولی دقیقا قطع ارتباط بود. البته تو اون وقت من خودم مثلا فیلم ها رو میبردم شهر بغلی، با اینترنت تو کافی میفرستادی به صدای آمریکا و غیره. یه دو سه بارم چلنگی هم تو همون برنامه که بود پخش کرد همون شبش. ولی که خیلی سخته این کارها، خیلی سخته. یعنی شما حساب بکنید کافی بود مثلا ایسپازدستی هم بذارن اول و آخر شهر، خروج از شهر هم سخت میشد. حالا درسته که شهر رو گرفتی ولی خروج نمیتونی بکنی از شهر. برای همین ارتباط بسیار نیاز هست و باید مردم با هم مرتبط باشن تا بتونن این کار رو انجام بدن. این زمینه رو به ما میرسونه که ما اینترنت آزاد احتیاج داریم برای این کار. باید جمهوری اسلامی از اینترنت آزاد بیشتر از هر اسلحه‌ای خواهد ترسید و برای همینه که سریعا اولین کاری که کرد شیر تلگرام رو بست، چون که تلگرام نقش بسیار موثری داشت تو این قضیه در هماهنگ کردن مردم، در این که مردم به خیابون بیان. الان تلگرام رو خیلی راحت بست، شبکه‌های جایگزین آورده، هی مردم رو تشویق می‌کنه بیا شبکه فلانی سروش فروش که همه رو کنترل کنن. و باید این خاص وجود داشته باشه اگه بخوام کار موثری انجام بدیم. حقیقتا باید فشار رو بیاریم، یک تظاهرات بزرگ چند هزار نفره ایجاد کنیم تو خارج، شعارها هم مشخص باشه: حمایت از دموکراسی، حمایت از اینترنت آزاد برای مردم ایران، حمایت از آزادی بیان. شما با یک رژیم جنایتکار طرف هستی، پشت یک رژیم جنایتکار طرف هستی و باید آبروی اینها رو نزد مردمان خودشون برد. و این سوریه شدن، ببینید الان به سوریه شدن اشاره کرد. اول که این قیام آغاز شد همه گفتن بابا اینها رو نمیدونم اصولگرا و اینا آغاز کردن، گفتن شورش نکنید فلان نکنید، خاتمی اومدی خود مهربونه تر مردم برگردن.
هی هر چقدر که این قضایا جلوتر و جلوتر رفت، دیگه چهره ها هم ماسکا رفت کنار. خاتمی اومد گفت اینا شورشگرن با سپاه سرکوبشون. دقیقاً نمیدونم همه این اصحال طلبا و همه مهدیه گهرو و نمیدونم از این فعالین علکی که تو زندان برای ما میسازن، دیدید که آره زندانی سیاسی برای ما میسازن، اپوزیسیون تقلبی برای ما میسازن، شروع کردن به مردم فحش دادن عملا. یعنی تا این حد کار رسید، تا اینجا کار رسید. از اون طرف هم رژیم روش های سرکوبش رو شروع کرد، فعالین رو دستگیر کرد، مردم رو دستگیر کرد. 4000 تا زندانی کم نیست که، این رقم رقمی خود رژیم میگه. بله. چندین برابره. این رقم رسمی شونه. دقیقا درست میفهمید. دقیقا درست میگه. بدیهیه که چندین برابره. فشار رو ما باید رو خارجی ها، این فشار رو همین الان وارد کنیم. الان که یک اتحاد نسبی شکل گرفته، یک اتفاق نسبی شکل گرفته بین فعالین خارجی کشور، باید شروع کنیم فشار رو خارجی ها آوردن. درود بر تو. مبارزه ما در جریانی که ما توی لندن روز سه‌شنبه راهپیمایی خوبی داریم، یه راهپیمایی گذاشتیم. البته روز یک شنبه تو پارلمان اسکوئر راهپیمایی داریم، ولی روز سه شنبه روبروی سفارت روسیه قرار گذاشتیم. دوستان به اتفاق اونجا جمع میشن و اعتراض میکنیم به روسیه به خاطر حمایتش از جمهوری اسلامی در شورای امنیت. و این برنامه رو اگر هماهنگ بشه برای چین هم داریم و برای اتحادیه اروپا هم به اصطلاح دفتر رمندگیش توی انگلستان حتما خواهیم داشت. نظر چیه در رابطه با این راهپیمایی؟ بسیار عالی هست. الان زمینه مهیاست برای این حرکت ها و باید پرشکوه باشه. دوستان نشینیم و تماشا کنیم بگیم حالا ای پیام میدن به من آقا چی شد، خوابید نخوابید؟ بابا جون دیگه به خودتون نگاه کنید، این چه سوال مهملیست هی از من میپرسی؟ مگه این اگه شما در منتظر نشستید ببینید که باد به کدوم سمت میاد و به همون سمت برید که کار اشتباهی است؟ شما اگه آزادی خواه هستید و این مردم کشورتون رو میبینید، مردمی که از سطل آشغال میرن قضا جمع میکنن، این اصلا برای ما مایه شرم هست. بابا من این فقیرهایی که تو ایران میدیدم مثلا میگفت بابا به من کمک کن، برای این اول عرق شرم رو من میشست. آدم تا چه میزان میتونه کمک کنه، تا چه میزان؟ این باید از سیستم و ساختار درست بشه. شما که حتی پول تو جیبتون هست بعد اینها رو میبینید، نباید مدام هی بپرسید که خوابید نخوابید. چون اگه خارج کشورید که شروع کنید و در این تظاهرات ها شرکت کنید، زیاد هم براتون مهم نباشه که حالا کدوم حزب هست کدوم دست است، شعارها و عکس واحد که شاهزاده رضا پهلوی باشه ببرید، اون ساختار خودتون رو مشخص میکنید. دوم دیگه زمان این که بشینید چرت کم بندازید گذشته. یک ماه به خودتون فشار بیارید، یک ماه سختی رو تحمل کنید، یک عمر کشورتون آزاد باشه، راحت باشید، طبقه بزرگ متوسط در کشور ایجاد بشه و مردم رونق اقتصادی بگیرن، از این بدبختی و بیچارگی هم بیان بیرون. این رو باید همه ما بپذیریم و تو این مقطع چرت که نندازیم مدام. من در تایید فرمایش مبارز یه جمله بگم. دوستان نپرسید که آیا همه چی خوابیدی یا نه. تو خوابیدی؟ من سوالم اینه آیا تو خوابیدی یا نه. اگه تو خوابیدی همه چی خوابیده، اگه تو نخوابیدی نه هیچی نخوابیده. این سوال سوال خنده‌داریه که بپرسیم آیا همه چی خوابیدی. خب تو به خودت نگاه کن ببین تو خوابیدی یا نخوابیدی. دقیقا درسته. و من فعلا با دوستان بابکشم بدرود میگم. ممنونم ازت. چند تا پیام برام اومده شیر کنم. یعنی ما وظیفمون هست این روزها به خصوص یه خورده فعالیتمون رو بیشتر کنیم، یه خورده کارهایی که میکردیم رو چند برابر کنیم. دیگه اون قیامی که مردم در هفته دی 1396 انجام دادن، تکلیف همه ما رو روشن کرد. اگه شک و شبهه‌ای هم داشتیم دیگه روشن شد. پس پشت مردم باشید و مردم داخل رو حمایت کنید، به خصوص دوستان خارج کشور رو میگم، این خیلی مهم هست.
مهدی جان از اینکه به جمع و پیوستی از سپاسگزارم، از تفکرات قشنگت. به حال همه دوستان بهره بردیم، گفتمانی بود، درد دلی بود، نشسته بودیم و داشتیم مسائل چند روز گذشته رو بررسی میکردیم و به صورت درد دلی متاسفانه تو که رو فیسبوکت نمیتونی سوار بشی، ما خوشبختانه تونستیم اینطور بیاریمت بالا و از صحبتات استفاده بکنیم. برات آرزوی بهترین ها رو میکنم، با هم در تماسیم. یک سوال دیگه هم میکرد دوستان پرسیده بود که فکر نمی کنم الان جاش باشه با توجه به اینکه شما مشغولیت خودت رو داری، ولی گفته بود در مورد کمیته حرف بزنید. محمد عبدیه، آقای محمد عابدی میفرمایند در مورد کمیته صحبت بکنیم، که من فکر کنم نتیجه کمیته رو حالا تو جلساتی که خودمون میگذاریم بعدا باید بیایم اینجا به طور گسترده برای همه دوستان توضیح بدیم که برای کمیته ها چه کارهایی کردیم. حتما عزیزم، عزیزم، ایامت به کام باشه. دوستان سپاسگزارم هم از بابک عزیز که این خط رو ایجاد کرد که من هم رو خط بیام بعد از دو سه روز که فعلا فیسبوک همسویی کرده با جمهوری اسلامی. ایامت به کام باشه مهدی عزیزم، قربونت برم من. خدا نگهدارت. خدا حافظ.